در سومین قرنطینه سراسری در اسرائیل بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی غیر ضروری تعطیل شده است. کودکستان‌ها و دبستان‌ها همچنان بازند، اما رستوران‌ها بسته شدند و گرد همایی در اماکن سرپوشیده به 10 نفر و در مناطق باز به 20 نفر محدود شده است. علاوه بر این، شمار وسایل نقلیه عمومی کاهش یافته و تحرک مردم فراتر از شعاع 1 کیلومتری محل مسکونیشان نیز ممنوع شده است. البته دولت با اعلام قرنطینه نیت خوبی دارد و از مردم محافظت می کند، اما روی دیگر سکه این است که این اقدام به معنی تعطیلی کسب و کار است و از لحاظ روانی هم مردم را تحت فشار قرار می دهد. با این حال شخصا با اعلام قرنطینه موافقم. در همین حال مقام های اسرائیل مقدمات تسریع روند واکسیناسیون سراسری را آغاز کردند. اسرائیل 9 میلیون نفر جمعیت دارد و روزانه تقریباً 70 هزار نفر از شهروندان آن کشور واکسینه می شوند. مقام های بهداشتی می گویند تا به حال 300 هزار نفر واکسن دریافت کردند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز پیشنهاد کرده با گشایش مراکز تزریق 24 ساعته تعداد واکسیناسیون را به روزانه 150 هزار نفر افزایش دهد. هوشمند بی‌فخری، صدای آمریکا.